با درود به همه بیننده ای عزیزم آدریان هستم با من خوش اومدین امروز دوباره اومدیم با درست کردن یه تحتیک متاوت به نام تحتیق آردی بریم که با هم ببینیم که به چه صورت درست میشه برای شروع کار نصف پیمان آب داریم که چهار قاشق غذاخوری آرد به اون اضافه میکنیم نوک قاشق چایخوری نمک داریم به همراه یک قاشق غذاخوری کنجد و همینطور یه قاشق غذاخوری زعفرون دم کرده قلیس که اگه تا به الان طرز تهیه دم کردن زعفرون رو ویدیوشو ندیدین همین بالا براتون قرارش دادم حالا به کمک همزن دستی یه چنگال کل موادتون رو مخلوط کنید تو این مرحله برنجتون رو آبکش کنید و میریم که با هم ببینیم که به چه صورت باید این تحتیک رو درست کنیم کف قابلمه مورد نظر روغن میریزیم که تو این مرحله از قابلمه تفلون استفاده کنید بهتره که تحتیک به ته قابلمتون نچسبه تو این مرحله از یه مقدار زرجوبه دارم استفاده میکنم اگر دوست داشتید میتونید از زعفرون هم دوباره استفاده کنید بعد از اینکه کمی روغن و بهمون گرم شد موادی که از قبل آماده کرده بودیم رو اضافه میکنیم و در قابلمه‌مون رو باید ببندیم به مدت 5 دقیقه با حرارت خیلی کم تا لایه تحتی که کمی سفت بشه بعد از زمان پنج دقیقه همونطور که داریم میبینین لایه تحتی که من کمی سفت شده شبیه به تخم مرغ حالا برنج آبکش شده رو اضافه میکنیم و سب میکنیم پلومون دم بکشه و پایان کار رو با هم میبینیم بیننده های عزیزی که برای اولین بار این ویدیو رو تماشا میکنین برای حمایت کردن از کانالم سبسکرایبش کنید و برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید روی شکل زنگوله کلیک کنید بیننده عزیز اینم از تحتی که آردی ما بسیار خوشمزه و متابط حتما توصیه میکنم درستش کنید و نکته ای که به راحتی بتونید تحتیک را از قابلمه جدا کنید زمانی که زیر حرارت را خاموش کردین بذارید قابلمه با حرارت خاموش به مدت 5 تا 10 دقیقه استراحت کنه و بعد میتونید پلوتون رو داخل ظرف مورد نظر برگردونید به همین راحتی که دیدید میتونید یه تحتیک متاوت داشته باشین در پایان ویدیو هم براتون چهار نوع از انواع تحتیک هایی که تا به الان آموزش دادم رو قرار دادم مثل همیشه لایک و بشار گذاری و فراموش نکنید مرسی که تا به اینجای ای برنامه با من بودین هر جا که از چادو و پیروز باشید تا یه برنامه آشپزی دیگه بدرود